سلام شنبه 14 فروردین 89 سوم اپریل 2010 میلادی امروز در مورد شش موضوع صحبت میکنم موضوع اول برگزاری مراسم سیزده بدر در در سطح کشور که شاید مهمترین حادثش ماجرای دریاچه اورمیه بود که به دعوت طرفداران تراکتورسازی تیم تراکتورسازی و طرفداران محیط زیست مردم آذربایجان به سمت این دریاچه رفتن و اعتراض به مشکل محیط زیست محیطی و خوش شدن دریاچه و جالب بود بین شعارها من دیدم بحث مدرسه به زبان ترکی هم مطرح شده بود که خواسته به حق است از جانب مردم آذری زبان ما که جمع بزرگی میلیون ها نفر در کشور هستند و حفظ زبان مادریشون با آموزش دادن اون یکی از شعارها بود و به هر صورت این حرکت در سیزده به در استفاده از رفتن در طبیعت ضمن اعتراض به یک حادثه ناخوشایندی که به دلیل سوء مدیریت حکومت داره ایجاد میشه در جهت خوش شدن دریاچه ارمیه و مشکل زیست محیطی ایجاد کردن همزمان با مطرح کردن یک خواستهای های ملی که در آذربایجان به حق مطرحه باعث شد که حادثه بزرگی اتفاق افتاد هزاران نفر در اونجا بودن و البته واکنش و حکومت هم مثل همیشه یک چیز بود ارسال نیروهای سرکوبگر گاز اشکاور زد و خورد دستگیری و در حدود 4 پنج ساعت درگیری با مردمی که روی پل شهید کلانتری بودند و بالاخره اونها رو از اونجا پایین آوردن و البته رفتن مردم به روستاهای اطراف و فکر میکنم استفاده از مجموع این عوامل در سیزده به در سال 89 یکی از اکسون های خوبی بود که در آذربایجان بچه های فعال تدارک کردند که چند کار رو با هم دیگه شکل دادن و به یک معنی هم همسویی با جنبش سبز میشه دونست به معنی سبزی که در همه دنیا هم اینطور سبز فهمیده میشه دفاع از محیط زیست و دفاع از طبیعت به خصوص در مقابل حکومت ها به صورت این حرکت در آذربایجان به نظر من بیش از هر چیز نشونه هوشیاری کسانی بود که اون رو انجام دادن و پایمردی مردمی که به اون پیوست. نکته دوم این که در سیزده بدر در سراسر ایران همونجور که انتظار میرفت میلیون نفر به خیابون به طبیعت اومدن در شهرها به پارک‌ها بیرون شهرها و با برگزاری این سنت ملی در واقع شادی نشات و زندگی خواهی در مقابل حکومت مرگ اندوه و ناامیدی به نظر من یکی از بهترین اشکال مقاومت رو نشون دادن به خصوص همونطور که انتظارم میرفت حکومت درست همون واکنشی رو که فکر میشد انجام داد یعنی در تهران مثلا پنج تا پارک رو بچه ها گفته بودن احتمالا اینجا خوب جمع بشیم به این بسنده کردن که نیروهاشون رو ببرن در اینجاها بخوان نشون بدن و چنگ و دندون نشون بدن نیروهای سرکوبگر ببرن در پارک ملت تهران مقداری هم با مردم درگیر شدن وقتی شعار دادن ولی امکان این که به جاهای دیگه برن به هیچ عنوان نداشتن و یک بار دیگه هم ثابت شد که وقتی پراکنده در سراسر کشور سراسر شهرها سراسر نقاط باشیم هر نوع نافرمانی مدنی هم انجام بگیره حکومت امکان برخورد نداره و در واقع به قول معروف ناچار میشه بکشه به سیبیلاش و صداش در نیاد و بسنده بکنه به اینکه چند جو مستقر بشه و دلش خوش باشه که مثلا حرف چند تا سایت رو خواسته زیر پا بگذاره به هر صورت در پارک مشتاق اصفهان هم گزارشی که رسیده بود این بود که نیروهای سرکوبگر با شعارهایی که پاره از مردم داده بودن سعی بودن درگیر بشن و سرکوب بکنن اما بررسی جامعه سیزده به در و نوع حرکتی که در اون شده بعد از اینکه من همه اخبار رو دریافت بکنم خدمتتون ارائه میکنم و استفاده از روشی که در چهارشنبه سوری و سیزده به در اتفاق افتاد برای کارهای بعدیمون و حضورمون در خیابون و یا صحنه اجتماع رو میگذارم برای روزهای آینده نکته سوم جایزه خانم شادی صدر جایزه پروانه طلایی که از عفو بین برای فیلم های حقوق بشری فیلم زنان در کفن دریافت کرده نکته چهارم نگرانی همسر جعفر پناهی بعد از ملاقات با او به از سلامتی جعفر پناهی و ناراحتی قلبی این فیلم ساز بزرگه که همه رو نگران کرده و نکته شیشم ادامه بحث آکسیون هاست که من چندین سوال رو یکجا پاسخ بدم غرض ما از دنبال کردن این بحث یک بار مرور کردن به آکسیون هایی که احتمالا بعضیاش در ایران تا الان تمرین کردیم اجرا کردیم بعضیاش جدیده و یک دید کلی داشته باشیم چه کارهای قابل انجامه و مجموعاً چگونه در خدمت اهداف و مرکت میکنه و احتمالا از بین اونها ببینیم چه چیزهایی رو در اولویت میتونیم بگذاریم یک به یک انجام بدیم اگر خاطرتون باشه قبلا هم صحبت کردیم که ما با یک آکسیون یا مثلا فقط تظاهرات خیابانی قرار نیست که حکومت رو سرنگون کنیم بلکه مجموع آکسیون هایی که انجام میدیم به چهار هدف مشروعیت زدایی از حکومت فرسایش حکومت و ایجاد اختلاف در آن تقویت همبستگی و مقاومت ملی و فلجسازی حکومت که اصل ضربه خواهد زد کمک میکنه و مجموع اینها حکومت رو سرنگونش میکنه اما امشب چهار آکسیونی که در ادامه بحثای قبل انتخاب کردم اول استفاده از موزیک و آوازه که هم به همبستگی و مقاومت عمومی میتونه کمک بکنه و هم به مشروعیت زدایی از حکومت به خصوص وقتی که موزیک و محتوا و اشعار محبوبیت عمومی پیدا بکنن شاید بشه گفت این محور در جنبش ما کمتر ازش استفاده شده جای کار بیشتر داره اکسیون بعدی راهپیمایی ایجاد کاروان موتوری و ایجاد ترافیک و بوغ زدنه راهپیمایی رو زیاد آزمودیم بعضی ها انتقاد کردن به جنبش سبز که تنها اکسیونی که اجرا کرده حضور در خیابون و راهپیمایی بوده کاروان موتوری و ایجاد ترافیک و بوغ زدن رو هم گاهی تست کردیم ولی تجربه ای که پیدا کردیم این است که در مقابل سرکوب حکومت تغییر تاکتیکی باید بدیم که در واقع اون اصل اساسی که وقتی خشونت بالا میره باید نرخ خطر رو برای مشارکت مردم در اکسیون ها پایین آورد که هرچه بیشتر بتونن مشارکت داشته باشن اه، بحث اه، تا به صلاح نحوه راه پراکنده و یا ایجاد ترافیک و بوغ زدن که هم به فلجسازی حکومت کمک میکنه و هم همبستگی و مقاومت رو بالا میبره بعدا باز هم بهش میپردازیم محور بعدی بزرگداشت شهداست که هم همبستگی و مقاومت رو بالا میبره و هم از حکومت به بهترین نحو ممکن مشروعیت زدایی میکنه امری که در تمام جنبش ها به شدت دنبال شده ما هم بزرگ داشت داشتیم ولی باید به شکل سمبول های ملی در بیان شود ما و چهارمی در واقع بایکوت اجتماعی عام مزدورانه که هم فلجسازی رو کمک میکنه و هم فرسایش و شکاف رو در اونها افزایش میده در واقع بایکوت عام اجتماعی مزدوران به این معنی است کاری که مختصری کردیم به این معنی است که کسانی که به خصوص در نیروهای سرکوبگر هستند در نیروی انتظامی در سپاه در بسیج و رو در روی مردم قرار میگیرند باید برخورد اجتماعی آن باهاشون این باشه در هر کجا در کوی در برزن در فروشگاه در مدرسه در خیابان بدانند که مادامی که سراحتا نگفتند به مردم پیوستند و با مردم هستند بدانند که منظوی میشن بدانند که با اونها در واقع رفتار تلخی مردم میکنند و وقتی به شیرینی تبدیل میشه که به مردم بپیوندند این ابزار به همراه افشاگری ها و سایر کارها یکی از ابزار نیرومندترین سلاح است که ایجاد شکاف و فاصله گرفتن سرکوبگرا رو آدم های سالمشون رو از مزدورا تشدید خواهد کرد تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران ایران